بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند گیتی فروز، خداوند شام و خداوند روز، که از خواب تیر بشر آفرید، ز روحش درو جوهر جان دم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما محسنین نهایت عزیز. صحت و سلامتی را از خداوند لایزال برای شما عزیزان استدعا میکنم. ابتدا آغاز سمستر تحصیلی را با تمام فراز و نشیبش خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم. انشاءالله که بتانیم سمستر موفقی را داشته باشیم. مضمونی که از سوی اداره ذی‌صلاح برای شخص من واگذار شده است، تحت عنوان حقوق بین الملل عمومی است. حقوق بین الملل عمومی بر اساس نصاب تحصیلات عالی افغانستان 4 کردیت است که 2 کردیت در سمستر اول و 2 کردیت در سمستر دوم مورد تدریس قرار می‌گیرد. هدف از تدریس این مضمون شناخت محصل از قواعد بین المللی و کسب مهارت‌های آن در سطح بین المللی است. بنابراین با روش توصیفی و تحلیلی انشالله این درس دنبال خواهد شد، کما اینکه در دوره ماستری و دکترا روش‌های فلسفی و هرمنوتیک و روش‌های دیگر است که مورد استفاده قرار می‌گیره. البته هر درسی بماند که هر عنوانی از خود یک روشی داره، اما به هر حال به طور کلی روشی که در مقطع لسانس مورد بحث قرار می‌گیره، مورد تدریس قرار می‌گیره، مورد توجه قرار می‌گیره، عبارت از روش توصیفی و تحلیلی است که ما از این روش استفاده خواهیم کرد. منابعی که برای شما عزیزان معرفی میشه دو کتاب است. یک کتاب حقوق بین الملل عمومی از جناب استاد دکتر ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل، و جناب استاد دکتر محمد رضا موسی‌زاده. هر دو بزرگوار کتابای منظم و منسجمی در زمینه حقوق بین الملل عمومی دارن. عزیزان در صورتی که قصد تهیه آنها را داشته باشند میتونن تهیه کنن و استفاده کافی و وافی رو ازش ببرن. نکته که قابل تذکر این است که شخصا برای محصلین خود بارها این مسئله رو در سالهای گذشته و امسال یادآور میشوم این که حقوق بین الملل عمومی یک مضمون است که واقعا یک رابطه حقوقی معین مشخصی رو که بخواد مورد بحث قرار بدهد مانند درس‌های دیگر نیست. دامنه بسیار وسیعی داره، رابطه‌های متعدد و مختلفی رو مورد بحث قرار میده، عرصه‌های مختلفی در این حوزه مورد بحث قرار میگه، عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره و و و غیره. شما در مقطع ماستری و دکترا اگر تحقیق کنید که تحقیق هم کردیم، حقوق بین المللی یک دیپارتمنت است. حقوق بین المللی یک دیپارتمنت است. درش درس‌های متعدد و مختلفی مورد بحث قرار می‌گیره. از حقوق بین الملل اقتصادی شروع تا حقوق بین الملل حقوق تجارت بین الملل، حقوق جزای بین الملل، حقوق سازمان‌های بین المللی، حقوق مسئولیت بین المللی دولت‌ها و و همه حوزه‌ها در واقع مورد بحث قرار میده. هر کدام از اینها واقعا شاخصه های مختلفی داره که انصافا گستردگی حقوق بین الملل رو نشان میده. پس بنابراین ما هم تلاش میکنیم که این حقوق بین الملل رو با این حجم وسیع و این داغ گستردگی موضوعی به صورت منظم، منسجم و به طور کلی بپردازیم و از جزئیات موضوع هم خیلی حالا خودداری بشود، تا اینکه موضوع بر محصل ما انشالله که واضح و روشن باشد. حقوق بین الملل عمومی که مورد تدریس قرار خواهد گرفت در دو فصل ما انشالله بهش خواهیم پرداخت. در فصل اول به مفهوم شناسی و طبقه بندی حقوق بین الملل می پردازیم که درش
نه که در واقع کلیات حقوق بین الملل رو حالا بیشتر مورد توجه قرار خواهیم داد. تعریف حقوق بین الملل، طبقه بندی حقوق بین الملل، ضمانت اجراهای حقوق بین الملل، خصوصیات حقوق بین الملل، رفتن وارد مبانی حقوق بین الملل و بررسی رابطه حقوق بین الملل عمومی با حقوق داخلی از جمله شاخصه هایی است که ما در سمستر اول بهش در فصل اول سمستر اول خواهیم پرداخت. و ما در فصل دوم به بررسی منابع حقوق بین الملل میپردازیم. منابع حقوق بین الملل در قالب موضوعاتی از جمله معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین المللی، دکترین و انصاف مورد توجه قرار خواهد گرفت. و با موجب ماده 38 اساسنامه محکمه بین المللی عدالت، معاهد در بند اولش معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی و دکترین از جمله منابعی است که در بند اول ماده 38 بیان شده و انصاف در بند دوم ماده 38 اساسنامه محکمه بین المللی عدالت مرتوجه قرار گرفته که انشاءالله تلاش خواهیم کرد در فصل دوم از مضمون حقوق بین الملل این موضوعات را در جریان سمستر تا انتهای سمستر انشاءالله به بحث و بررسی بگیریم. اما تجربه‌ای که در سال گذشته برای ما نشان داده واقعا اتمام دو فصل در جریان یک سمستر کار دشواری است، یعنی چرا که حجم بسیار وسیعی داره. ما معمولا تلاش کردیم که تا به انصاف سمستر بالاخره تا اتمام سمستر تا به انصاف برسیم، اما واقعیت امر اینه که چون یکی از منابع حقوق بین الملل که عبارت از معاهدات بین المللی است دامنه بسیار وسیعی داره و بر اساس کنوانسیون وین اتریش سال 1969 مورد تدریس قرار میگیره و کلیات رو هم ما درش به کلیات موضوع هم درش خواهیم پرداخت، بنابراین اگر بتانیم تا اتمام معاهده هم سمستر اتمام معاهده منتج به اتمام سمستر بشود کار خوبی است، کار پر دستاوردی است. اما اگر بتانیم که تا انصاف هم برسانیم که کار عالی تر خواهد بود. به هر تقدیر انشالله درس خود آغاز خواهیم کرد. ابتدا میپردازیم به تعریف حقوق بین الملل عمومی. حقوق بین الملل عمومی چیست؟ اگر تمرکز بر موضوع بکنیم با سه مفهوم متعالی و یا با سه واژه متعالی مواجه هستیم: یک حقوق، دو بین الملل، سه عمومی. حقوق قطعا مجموع قواعد الزام آور است که ایجاد نظم بر جامعه میکنه. حالا حقوق وقت میگیم مجموعه قواعد الزام آور، همین حد بسنده میکنه. بین الملل موضوع فرامرزی است، یعنی مجموعه قواعدی که از قلم روی کشور بیرون میره، چندین کشور شامل میشه. عمومی تمرکز بیشتر اینه که بحث پای دولت باید وسط باشه، منافع عمومی باید درش درج باشه. پس بنابراین حقوق بین الملل عمومی از جمله شاخصه ها و یا رشته هایی است که در سطح بین المللی مورد بحث قرار میگیره. حقوق اگر ما حقوق تقسیم بندی کنیم به دو بخش تقسیم میشه: یک حقوق داخلی، دو حقوق خارجی. قطعا در مبادی حقوق خواندیم. در حقوق داخلی شما دو حوزه اساسی رو مطالعه میکنین: حوزه حقوق خصوصی، دو حوزه حقوق عمومی، که این دو حقوق به تنظیم روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام اجتماعی داخلی میپردازه، در نظام داخلی میپردازه. اما وقتی وارد عرصه نظام بین الملل میشیم این عرصه هم ضرورت به قواعد و مقررات داره،
این عرصه هم مانند حقوق داخلی ضرورت به حقوق دارد، ضرورت به مجموع قواعد دارد، چرا که نظام بین الملل هم باید دارای نظم باشد تا به مسیر توسعه و تکامل برسد. اتفاقا حقوقی که در مجموع قواعدی که در سطح داخلی تعریف میشه شاید محدود و حوزه خورتر در بر بگیره. وقتی وارد عرصه نظام بین الملل میشین حوزه خیلی وسیع در بر خواهد گرفت، حوزه و خیلی وسیع در بر میگیرد، چرا که پای دولت ها هست، پای سازمان های بین المللی هست، پای پدیده های دیگر مانند نهضت های آزادی بخش، شرکت های فراملی و و غیره هست. همه اینها باید تابع نظم بین المللی تابع نظمشن که این نظم با حقوق ایجاد خواهد شد. پس بنابراین حقوق بین نظام بین الملل ضرورت به حقوق دارد، ضرورت به قواعد دارد. این درس و این مضمون به آن قواعد بین المللی میپردازه که در واقع این روابط دولت ها، سازمان های بین المللی و نهضت های آزادی بخش و غیره رو مورد بحث قرار بده، این روابطش رو تنظیم بکنه. پس بنابراین حقوق بین الملل از ایجاد یک سلسله قواعدی سخن میگه که دولت‌ها و همه تابعان حقوق بین‌الملل باید اون رو رعایت بکنه. اگر همه دولت‌ها تابع این قواعد بشن قطعاً حقوق نظام بین‌الملل شاید یک نظمی خواهد شد که اون نظم از زمینه توسعه و پیشرفت مساعد خواهد کرد از یک طرف، از طرف دیگر از جنگ و تعارض منافع اینها هم جلوگیری خواهد کرد. پس از یک طرف زمینه توسعه فراهم می‌کند، از طرف دیگر از جنگ و ستیز و اینها جلوگیری میکنه. پس بنابراین حقوق بین الملل این نقش سازنده رو میتونه در سطح بین المللی داشته باشه. واقعیت امر اینه که حقوق بین الملل ریشه تاریخی داره و به شکل تدریجی رشد کرده است. حقوق بین الملل ریشه عرفی داشته. امروز شما مثلا اگر امروز کنوانسیون حقوق بشر دوستانه رو میخواید مطالعه کنین و ببینین، این کنوانسیون ژنو سال 1949 که به تدوین قواعد حقوق بشر دوستانه پرداخته قبلا ریشه عرفی داشته، مدارا کردن با اسرای جنگی یا مناطق غیر نظامی رو بمباران نکردن و غیره، واقعا اینا قواعد ریشه عرفی داره. این که حالا دولت‌ها رعایت کرده یا نکرده بحث دیگه است، با این که دولت‌ها تا چه میزان رعایت کرده یا نکرده بحث دیگه است، اما واقعا این قواعد ریشه عرفی داشته و باید دولت‌ها رعایت می‌کرد و رعایت می‌کرده و رعایت کنند. بنابراین آنچه که محور بحث قرار می‌گیره اینه که این حقوق بین الملل از کنفرانس لاهی 1899 و 1907 خودش رو نشان میده، با کنفرانس صلح ورسای که شکل میگیره در سال 1919 بعد از جنگ جهانی اول و ارائه 14 اصل ویلسون که یکی از اصولش تأسیس جامعه ملل بود و این جامعه ملل میره تا سال 1939 هم جنگ جهانی دوم آغاز میشه تا سال 1945 1945 هم سازمان ملل تأسیس میشه در کنفرانس سان فرانسیسکو و جایگزین جامعه ملل میشه و این سازمان ملل 6 تا رکن برای خود ایجاد میکنه که یکی مجمع عمومی سازمان ملل است، دیگر شورای امنیت است، دیگر شورای اقتصادی اجتماعی است، دیگرش شورای قیمیت است، دیگری محکمه بین‌المللی عدالت و آخری هم دبیرخانه سازمان ملل. این 6 رکن سازمان 6 رکن که سازمان ملل رو در واقع ایجاد میکنه، یکی از ارکانش مجمع عمومی بود که آن این مجمع عمومی در خود کمیسیون های فرعی داره. یکی از کمیسیون ها کمیسیونی به نام کمیسیون حقوق بین الملل یا کمیسیون ILC است، International Law Commission، که به تدوین قواعد حقوق بین الملل پرداخته است و می پردازد.
بنابراین حقوق بین الملل از سال 1899 قواعد بین المللی خودش رو بیشتر نشان میده تا به امروزی که ما خدمت شما هستیم. کانوانسیون های متعددی در عرصه های مختلفی تدوین شده است و دولت ها عضو شدن و دولت ها مکلف به رعایتش شده است. بنابراین این بحث مقدمه راجع به حقوق بین الملل که به طور کلی پرداختیم، اگرچه اینها رو شما در درس سازمان های بین المللی در سمستر اول سال اول مورد مطالعه قرار دادین، اما میپردازیم به این که حقوق بین الملل عمومی چه هست و چه تعریفی داره. قبل از این که به تعریف حقوق بین الملل عمومی بپردازیم، این نکته خدمت شما عرض میکنم، بر اولین بار یا بر نخستین بار فیلسوف و حقوقدان مشهور هلندی به نام آقای گروسیوس در قرن 17 هم کتابی را تحت عنوان حقوق جنگ و صلح به رشته تحریر در می آورد که در این کتاب، یعنی در کتاب حقوق جنگ و صلح، از قواعد و مقررات حقوق بین الملل سخن میگه. از نخستین فیلسوفی که به مسئله قواعد بین المللی میپردازه آقای گروسیوس هلندی است که در کتاب حقوق جنگ و صلح رو بیان میکنه. بعد از آقای گروسیوس هلندی، خب شخصیت های زیادی به این موضوع پرداخته، حالا چند مورد ما نام میبریم که خیلی مهمه. بعد از آقای گروسیوس هلندی، آقای ایمانوئل کانت آلمانی تبار از اصطلاح حقوق بین الدول استفاده میکنه و اصطلاح حقوق بین الملل بین الدول رو به کار میبره. بعد از ایمانوئل کانت، شخصی به نام هگل از اصطلاح حقوق سیاسی خارجی استفاده میکنه و بعد از هگل شخصی است به نام جرمی بنتام، اهل انگلستان، در سال 1780 کتابی رو تحت عنوان مقدمه بر اصول اخلاق و قانون نگارش میکنه، برشته تحریر در میاره و درش از اصطلاح حقوق بین الملل بحث میکنه. حقوق بین المللی که به شکل امروزی نان مورد استفاده قرار میگیره آقای جرمی بنتام انگلیسی تبار بهش میپردازه و بعد از شخصیت های زیادی به این مسئله پرداخته، ولی خب مهمترین اینها همین اشخاص بود که خدمت شما عزیزان یادآور شدم. آقای گروسیوس هلندی تحت عنوان حقوق جنگ صلح کتاب می نویسه و از قواعد بین المللی بحث میکنه. آقای ایمانوئل کانت از حقوق بین الدول سخن میگه، اهل آلمانه. بعد از آقای هگل هم اهل آلمانه، از حقوق سیاسی خارجی سخن میگه و آقای جرمی بنتام هم اهل انگلستانه، از اصطلاح امروزین آن تحت عنوان حقوق بین الملل بحث میکنه. حالا وقتی که این فیلسوفان و حقوقدانان به ضرورت در واقع قواعد بین الملل میپردازه و به شکلی از اشکال جایگاه قواعد بین المللی و حقوق بین الملل رو بحث میکنه، حالا سه دسته تعریف از حقوق بین الملل رو خدمت شما ارائه میکنم. دسته اول حقوق بین الملل رو اینگونه تعریف میکنه، میگه حقوق بین الملل عبارت از آن مجموع قواعد و مقرراتی است که تنها بر روابط دولت ها حاکم میباشد. حقوق بین الملل عبارت از مجموع قواعد و مقرراتی است که تنها بر روابط دولت ها حاکم می باشد. طرفداران این دسته آقای تریپل اهل آلمان، آقای آنزیلوتی اهل ایتالیا و آقای اوپنهایم اهل انگلستان. اشخاص دیگری هم هست، حالا سه تا به عنوان نمونه خدمت شما عرض کردم. پس دسته اول میگه حقوق بین الملل مجموع قواعد و مقررات است که روابط دولت ها رو بحث میکنه، روابط دولت ها رو تنظیم میکنه، تنها روابط دولت ها رو تنظیم میکنه.
ما امروز در دنیا بالای 190 خورده کشور عضو سازمان ملل داریم. خب اینا درس‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی با هم رابطه دارن. واقعا دامنه وسیعه. دومین تعریفی که ارائه شده از حقوق بین الملل، پس میگه حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل تعریف شده. حقوق بین الملل چیه؟ میگه حقوق بین الملل عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط افراد رو در سطح بین المللی تنظیم میکنه. روابط افراد رو. اولی میگفت دولت ها، دو میگه افراد، individual. اینها جامعه شناس بودن. طرفداران این تعریف دسته دوم، آقای جورسل، بله اندوگی، اینا جامعه شناس بودن و از نگاه جامعه شناسی به این موضوع میپردازه، از منظر جامعه شناسی به این مسئله میپردازه و تعریف میکنه. خب اگر بگیم که حقوق بین الملل عمومی روابط افراد را تنظیم میکنه، پس حقوق بین الملل خصوصی چیکار میکنه؟ پس حقوق بین الملل خصوصی است که روابط افراد را تنظیم میکنه. روابط افراد در سطح بین المللی تنظیم میکنه، نه در سطح داخلی، در سطح بین المللی تنظیم میکنه. اگر روابط افراد در سطح بین المللی تنظیم بکنه، کار کرده حقوق بین الملل عمومی باشد، پس کار کرده حقوق بین الملل خصوصی چیست؟ خب طرفداران این نظریه معتقده که اصلا خب دولت که آدم نیست، انسان نیست که ما با وضو غذا بخوریم، نان بخوریم، آب بخوریم. دولت یک مفهوم انتزاعیه، نمیشه دولت رو بیم تابع حقوق بین الملل مستقیم قرار دادیم. پس بنابراین این افرادن که ضرر و سود و زیانی در واقع در پیش دارن. پس بنابراین دولت ها یک چیز انتزاعی است، خیلی زیاد معتقد نیست و همون میگه در غایت امن این افرادن. واقعیت امن همینه، در غایت افراد ازش ضرر و حالا سود و منفعت، سود و زیان میبره. اما واقعیت امر اینه که در واقع در سطح بین المللی این دولت ها هستن که به نمایندگی از ملت های خود عرض اندام میکنن. پس بنابراین تعریف دوم میگه حقوق بین الملل عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط افراد تنظیم میکنه. اما تعریف سوم تعریف جامع و مانع است. میگه حقوق بین الملل عبارت از آن مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط دولت ها را با یکدیگر تنظیم نموده و در کنار آن رابطه تابعین دیگر را هم با دولت ها تنظیم میکنه. این تابعین دیگر کینه؟ سازمان های بین المللی منظورش، نهضت های آزادی بخش، شرکت های فراملی، افراد و غیره است. میگه در کنار دولت ها تابعین دیگری هم وجود داره، رابطه اینا رو با هم دیگر تنظیم میکنه. اگر بخوایم به تعریف کامل تری بپردازیم، میگه حقوق بین الملل عمومی عبارت از آن مجموع قواعد و مقرراتی است که روابط دولت ها با دولت ها کامه دولت ها با سازمان های بین المللی کامه سازمان های بین المللی با دولت ها برعکسش کامه سازمان های بین المللی با سازمان های بین المللی و روابط این دولت ها و سازمان های بین المللی را با سایر تابعین حقوق بین الملل اعم است نهضت های آزادی بخش، شرکت های فراملی، افراد و بشریت تنظیم می کند. پس ما در این تعریف دو دست از تابعان را داریم. تابعان اصلی، یک تابعان اصلی، دو تابعان فرعی. تابعان اصلی
عبارتند از یک سازمان های بین المللی، بخشن یک دولت ها، دو سازمان های بین المللی. اما تابعان فرعی عبارتند از نهضت های آزادی بخش شرکت های فراملی، افراد و بشریت. پس بنابراین حقوق بین الملل عمومی به تنظیم روابط این تابعان اعم از اصلی و فرعی میپردازه که واقعا حوزه بسیار وسیع و گسترده است که نقش سازنده داره. ما امروزه بیش از گفتیم 190 خورده کشور عضو سازمان ملل متحد است و عضو کنوانسیون های موضوعیت سازمان های دیگر و کنوانسیون های مختلف بین المللی رو دارند. بیش از 40,000 سازمان اعم از دولتی غیر دولتی داریم در دنیا. بیش از هزاران در هزار ما شرکت های فراملی داریم. نهضت های آزادی بخش مقتدری در سطح منطقه و جهان داریم. بعضی مکانها رو تحت عنوان بشریت یاد کردن که هیچ دولتی به تنهایی حق تسخیرش نداره که متعلق به همه بشریت است، او رو تابع حقوق ملل قرار دادن، مانند کره ماه، مانند آبهای آزاد و مناطق دیگر. اینا تابع حقوق ملل هستن. پس بنابراین این بود تعریف حقوق بین الملل. انشالله که جلسه بعد به طبق بندی قواعد بین المللی خواهیم پرداخت. موفق و پیروز باشید.